به نام خدا سلام. داعش کیست و چه اهداف را دنبال می کند؟ گروه مسلح تروریستی که اندیشه های غیر اسلامی را پیشه کرده است. هدف سازماندهندگان این گروه احیای چیزی که آن را خلافت اسلامی و اجرای شریعت می نامند. ترور، کشتن زنان و مردان در ملای عام، سربریدن های گروهی، گروگانگیری، رایج ساختن فرهنگ بردهداری، تجاوز به زنان و دختران، فروش زنان به مثابه یک متاع، در تازه ترین مورد سوزاندن یک خلبان اردنی، این گروه را وحشتناک و مرموزتر می سازد. رفتارهای افراطی در برخورد با مخالفان و شهروندان عادی روز به روز وحشت عملکردشان را در دل مردم تشدید می کند. سوریه و عراق امروز جولانگاه عملیات های وحشتناک این گروه است. اما آیا داعش در افغانستان وجود دارد؟ به اساس ادعاهای برخی، شکلگیری و سربازگیری این گروه در برخی از نقاط کشور نیز دیده شده است که کمتر به اطلاع عمومی رسانده می شود. اما چرا مسئولان دولتی خطر داعش را کم اهمیت جلوه می دهند؟ اگر ادعا حقیقت دارد، چرا از سوی حکومت افغانستان جدی گرفته نمی شود؟ در این برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. شما بیننده آماچ از یک کسید، من سید اجمل بهادر خدمت شما. مهمانان من در این برنامه جناب عبیدالله بارکزی، رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه، جناب جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان و جناب محمد اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان. شما بیننده آماج از یک هستید و من سید اجمل بهادر خدمت شما. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. است آقای بارکزی، بحث را با شما آغاز میکنم. با ادعای موجودیت، شکلگیری، انسجام و سربازگیری داعش در بعض از نقاط افغانستان، شما از جمله کسانی بودین که ادعای حضور داعش را در افغانستان کردین، به ویژه در جنوب کشور. میشه که شریک بسازین دیدگاهتون را که چگونه دریافتین که حالا داعش تازه در افغانستان هم وارد شده، داره فعالیتهایش را آغاز میکنه و شاخه هایش منسجم میسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بها سبتات او د خپل میز دیرو د قدر وړ دوستانو ته، بدر صاحب ته، اخلاقی صاحب ته، ستاسو د تلویزیون ټول تخنیکي همکاران ته، او د ګران افغانستان ټول ورونو خوندو ته، ستاسو د تلویزیون اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اولین کس زه وم چې په تالار کې ما دا خبره وکړه چې داعش حضور په افغانستان کې لیدل سوی دی، او ما په هغه ورځ د دوه ځایه په ادرس دا خبره وکړه، د هلمند د ولایت د کجکی د او د موسی قلعه د ولسوالۍ، او د زابل د ولایت د دای چوپان او د خاکی افغان د ولسوالۍ، چې دا دوې ولسوالۍ د زابل د ولایت د روزګان د ولایت جنوبی سرحد ته پرتې دي، او هغه دوې ولسوالۍ د هلمند د روزګان د ولایت غربي سرحد ته پرتې دي. او زما سره دوستانو تلیفوني تماس کې دا معلومات راکې، تلیفوني تماس کې مو دا خبره سره شریکه کړل چې خلک دی راغلي دي، حتی داسې چې ماښام څوک نه و، سهار یو ناڅاپه خلک هلته ولیدل شول، یعنې ډېر خلک د شپې انتقال سوي دا ساحو ته. اوس به راسو پر دې به وږغېږو چې تر اوسه پورې، یعنې داعش دا نه معنی چې تنها هغه خلک، هغه عربان چې د ابوبکر بغدادي تر قیادت لاندې په عراق کې راپورته سول او په ډېر سرعت سره دوی مخته ولاړل، ډېر طرفداران یې پیدا کړو، حتی د خارجي دولتو څخه په اولو دوه میاشتو کې 14,000 تر 20,000 کسو پورې هلته ورغلو، د دوی سره په کومک پاسپورټونه ورته جوړ سو، او دوی ډېرې سقیله درنې سلاوې پیدا کړې، د دوی په لاس کې مالي امکانات ورلو. پر دې به وروسته وغږېږو چې دوی څنګه یو دم راپیدا سو، او څنګه سازماندهي وکړل، او څنګه مخته ولاړل. دا دا معنا نه لري چې اوس د عراق او د سوریې څخه هغه عربان راغلي دي، نه، دا د افغانستان هغه خلک دي تر اوسه پورې چې د دوی سره بیعت اعلان کړی دی، یعنې د طالبانو یو تعداد قومندانان په زابل او په هلمند کې، او یو تعداد هغه ازبک او د چیچن جنګیالي چې مخکې د طالبانو سره وه، یا د القاعدې په بعضې شاخو پورې مربوط وه، او یو تعداد د حقانی د ګروپ خلک هم چنان داسې خلک ورسره یو ځای شول. نو د دوی حضور خو ما په هغه ورځ په دوو ولایتو کې یاد کړي، اوس په نو ولایتو کې چې موږ د مطبوعاتو د لارې اورو، د هغوی سره زه تلیفوني دی صحیح معلومات نه لرم، اما د مطبوعاتو څه چا اورو چې په نو ولایتو نور کې هم د دوی سره خلک شته چې بیعت یې کړی دی. زما د وینا سم آباد بیعت کرده با این شاخه های که حالا ظاهرا داعش نامیده میشن، این افراد مخالف حکومت افغانستان هستن، یعنی طالبان هستن، یا افراد غیر طالب، کسانی هستن که در ولایات زندگی میکنن و ناراض هستن از نحوه برخورد حکومت یا مسائل
مرتبین. حافظ خان چی د وزیرستان یو څوک دی چې هغه د پیستله دی د خراسان مشر ټاکلی دی، دی داعش یو نقشه لري د ایران و پاکستان او افغانستان دپاره د خراسان په نامه، هغه د هغه ځای دی هم پخوانی د القاعدې مربوط یو څوک و ګونتنامو کې بندي هم و، او په افغانستان کې اولین کس چې د دې سره خپل پیوستون او بیعت اعلان کړی دی ملا عبدالروف خادم دی چې هغه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، سابق په طالبانو کې و، طالبانو کې هم غټ سړی و، بیا ګونتنامو کې بندي و، او د دې سره په څنګ کې ذاکر ملا قیم هم دی چې هغه هم د طالبانو د نظامي شورا ډېر مؤثر غړی و او ډېر باقدرته قمندان د طالبانو. نور نو دا واړه واړه ګروپونه طالبان ورسره یوځای کېږي، تر اوسه پورې خو ما درته وویل چې عرب په افغانستان کې نه دي تر سترګو سوي. او جالبه خبره دا ده چې دا خلک دلته اوس په افغانستان کې دا دی په ډېرو ولایتو کې یادېږي، اما متاسفانه زموږ حکومت تر اوسه پورې د دوی په مقابل یو مشخصه پالیسي نه ده مخته اچولې، او زه نه پوهېږم چې ولې تر اوسه پورې نه په هلمند کې د دوی په ضد عملیات سوي دي، نه په زابل کې سوي دي، نه په نیمروز کې سوي دي، نه په فراه کې سوي دي. همچنان دا بالقدر محسوس است فعالیت و حضورشون که حکومت افغانستان باید در برابرشون ایستادگی کنه و فعالیتهایشون را وست نن دستیر در روزگان دی ولایت ماتب چه زنگوی چیز مخفی دادی نمایندگان در قومی مشران سر گرج خبری و سر کی در دینی علماء و سر خبری کی دادی دعوت شروع دیدی خود روز پوری پا جنگ شروع نده کرده، تر روز پوری دی جنگ نکی دی دعوت کی اما دی دیر مجهز دی نیوی سلای و سر دی نیوی موتر و سر دی شیر و پی و سر دی دادی کار داشت زی پا ندی لکه دا طالبان چی وزا که طالبان دا پاکستان دا ایسای دا خواست اکمالی دل اگر دیر پا کشت پیمانه دی اکمالات دا اقتصاد دا نگاسه که دی اما دایش شدی اگر شی سرچینی لری شی زیرمی در اپو لری دا اگو اگر سرچینی تر ایسای ام قوی دی نو دی که داسی چراتلون که پسرلی تا دا سور یا جوزا پا میاش که پا طول افغانستان که یو دم خپل عملیاتون شروع که اوز مر حکومت بزه بدبختانه وایم که خطر این قدر حساس و جدی است که شاید در بهار سال 1394 اینا رسما فعالیتشون را در افغانستان آغاز کنند سال پس سال، ولی حکومت افغانستان هنوز هم خاموش است. حکومت در طول حکومت نه خاموشه که انشاءالله حکومت بیدار دی که تر اوسه پورې دی د پلیچرخی او چوکی ارغندی ته نه دی رسیدلی، زموږ حکومت که دی په ششترک و چوکی ارغندی و پلیچرخی که دی محسوس و بیا زموږ حکومت ډیر تکړه دی، بیا دی پاک وایسي داسې د خښتو دیوالونه بم بیا کښېږدي خپلو کورو ته، بیا به اغزن مزي هم پر خپلو کورو راوګرځي، هغه وخت ډیر تکړه دی. دا ګوره په هلمند په دغه ولسوالیو کې دا دیارلس کاله جنګ دی، دا حکومت هیڅ نه دي کړي، د طالبانو د زابل په دغه ولسوالیو کې دا دیارلس کاله جنګ دی، څه نه دي کړي. نو ازموداره خو ازمودان کاري خطا است، تر اوسه زموږ دولت یو مشخصه پالیسي د دوی په مقابل هیڅ نه لري، حتی دا هم نه دي ویلي چې دوی محسوسې دوی سته، دا تر اوسه نه ده منلی. آقای بدر، آقای برغزه اشاره میکنه که فعالیت و شکلگیری این گروه در افغانستان به حد جدی است که شاید در بهار سال آینده اینا رسما فعالیت های تخریبیشان را در برابر حکومت افغانستان و ملت افغانستان آغاز کنند. شما هم به عنوان کسی که چند پیش ادعا کردین که گروه دولت اسلامی یا همان داعش به قول عام در ولسوالی های هلمند، ولسوالی های فرا، ولسوالی هایی که در بدخشان است مثل وردوج و ولسوالی های در زابل حضور دارند، حالا سوال اینجاست با این وضعیت، با این شکل جدیتش که عملا ظاهر شکل گیری کرده و سربازگیری میکنه در نقاط مختلف افغانستان، حالا در شمال افغانستان هم، حکومت افغانستان چرا جدی نمیگیره حضور داعش را در بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب وکلای محترم و سلام به بینندگان عزیز، حکومت چه کار میکنه؟ او مربوط به حکومت میشه. کاش که در میز یک کسی مسئول از دولت نبود، باز او پاسخ خود خود میداد چی خامدگی دارن، چی تصمیم دارن، خطرشان از روایت حکومت و طبق معلوماتشان چقدر جدی هست. او باور میگرده حرفتان را قطع میکنم. چیزی که قابل تذکر است، ما از آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دعوت کردیم به خاطر شرکت در بحث، ایشان هم وعده سپردن که در بحث شرکت کنند، در آخرین لحظات بنابر دلایل نامعلوم از حضور در بحث خودداری کردند. ما متاسف هستیم که می آمدن، خوب بود که از اون چیز میشنیدیم که واقعا چی معلومات دارن، ولی پیشتر شما فرمودین که شما دعوا کردیم، ما کدام وقت دعوا نکردیم، ولی یک چیزی که شبه مسلم است در کل شبکه های اجتماعی، در کل رسانه های خبری باستا بیافته، آره از چیزی به شکل تواتر رسیده باشه این کارش هم مشکل است. بله. ولی بعض زمینه ها را میبینیم، ما شما ببینید غیر از اینکه داعش تا چقدر پیشرفته هست، چقدر نفوذ داره در افغانستان، ببینید سری عوامل از زمینه سازی بر از تا کدام اندازه جدی هست که برای ما مطرح کنیم. این اول همین است که داعش در سرزمینی به وجود آمد که اوجا هم حکومت مشابه حکومت افغانستان وجود داشت. این منظور ما حکومت عراق هم متکی به ایالات متحده آمریکا بود، حکومت افغانستان هم عین شکل داره،
حکومت عراق هم بر از سرنگونی رژیم صدام حسین امریکا او را آورد بجا بجا کرد. حکومت افغانستان هم تقریبا قبل از آمدن حکومت امریکا آمد، بر از حکومت افغانستان آمد، یک واقعیت تاریخی است که این نمیشه انکار کنه. و دیگه چقدر ما توانستیم که در چند سال گسترش بدیم حکومت در حاکمیت دولت در کل روستاهای افغانستان، در اینجا ما مینس مجموع مینس یک ملت ناکام شدیم. تا آن حدی نیستیم که حکومت ما از شهرهای کلان برآمده باشه و داخل شهرها هم تا حدی نیست که اقلا رضایت مردم جلب کنه. این که وحشر جانب دیگه جانب مقابل یا داعش یا طالب یا کدام گروه دیگه که هر کسی باشه، او مردم ترسانده گبلای دست، ولی از عملکرد حکومت هم مردم تا حدی راضی نیستن که ما جلو رفتن از جاره به اوج بگیریم. و دوم ببین آله آمدن داعش چه نقصی کرده میتونه؟ مینیست مجموع بینیم طالب اول یک حرکت آغاز شد، بعد از او آمد چند سال در این سرزمین حکومت کرد، بعد از یال مینیست یک مقاومت جنگ میکنه در کوه هاست، در مغاره هاست، در جایی هست بیه تا شهرام صدای پایشان شنیده میشه. دمی امتداد 20 سال یا 15-18 سال که هست در اینجا مینیست مسیر طبیعی هم اگر ما اندازه بگیریم، بعض مردم اینا ناراضی هم دارن، بعض مردم مخالف هم در صفوف خودشان دارن. خب نظر پالیسی ایشان است، یک نفر میگه که مرا میس کردن یا قربانی ما ماری نظر از جان نبوده، یا امکان داره که بعض چیز میخواست نداده باشن. نظر به عوامل مختلف و خیلی مردم از او هم ناراض هستن، ولی حکومت ما تا حد جاذبه نداره که وارد طرف خودکش کنیم ما، ولی این مردم در خانه میشتن یا منتظری باز عوامل ساق فرماندهی طالب بودن که باز اینا را کدام وقت ساق میتن. ولی آمدن داعش برازیا یک پلتفرم الटरनेटیو یا بدیل شده میتونه که این مردم دوجا منسجم شون، بسیج شون. و دوم ببینین طبق یک آماری که منتشر شده، داعش تقریبا 5 میلیارد دلار سالانه عایدشان است از نفت و گاز و دیگه مناطقی که تحت تصرف خود دارن، از منابع زیر زمینیشان. 5 میلیارد دلار برای یک حرکت یک سازمان جنگی خیلی کلان پیسه است، ولی دولت نیست که در مصارف گزاف تشریفات داشته باشه، مصارف گزاف در امار داشته باشه، در کار بسازی داشته باشه، منسجم پراگنده است. برای این خیلی پیسه خیلی گزاف است. ما از این ترسیم نظر به افزایش بیکاری ها در افغانستان، پیاردی ها بسته شد، اکثر شرکت ها بسته هستن اینجا، هر آن کس که با او کار میکرد و هم چیستن. حال دولت هم تقریبا حجم خود کم کدرایی است. چند روز ما پیشتر شنیدیم که 1000 نفر که به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی در وزارت داخله استخدام شده بودن، نظر به دلایلی که مشکلات توزیع تذکره هست، دونر آلی از دادن کمک این کار کرده و مردم هم بیکار میشه. در هر وزارت خانه ها که ببینین اکثر مردم که به شکل مشاور بود، به شکل مستخدم بود، دادا اینجوها کار میکردن، این مردم به شکل غالب اکثریت نا بیکار شدن. آلی این بیکار هم میتوانه که اون طرف برن. و یک قسم مردمی که ناراضی های داخل دولت هستن اینجا، ببینین بعض عمل کرده دولت در سطح پایین، البته ما کلانش نمیگیم چون که اختلاف های سیاسی خود در کل جوامع دموکرات یک امر معمول است.